با درود خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم امروز سیوم خرداد 2580 ایرانی است از همه شما هموطنانی که از سر تا سر کشور پیام هاتون رو ارسال میکنید بسیار سپاسگزارم پیام ها به خصوص در این سه روزی که ازش عبور کردیم به مقداری زیاد بوده که توان پاسخگویی به تک تک شماها رو نداشتیم چه پخش اونها که به صورت آوایی و یا تصویری بوده پوزش ما رو جلو جلو بپذیرید در قسمت دیگه جا داره سپاسگزاری بکنم از همه ی هموطنان که در خارج از کشور هماسه آفریدن حقیقتا به خصوص بعد از تمام این سالهایی که ازش عبور کردیم یعنی از زمانی که اینها خاتمی رو روی کار آوردن این بزرگترین حرکتی بود که جامعه ایرانی انجام داد در خارج از کشور و تونست از خط قرمزها عبور بکنه دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم ببینید زمانی که اینا با طرح و برنامه توطعه جهانی این کار رو آغاز کردن میدونستن که خب وقتی خمینی رو به ایران میارن فرار سرمایه چه به صورت انسانی و یا چه به صورت مالی انجام میشه هر کسی که میتونه و واقعیت رو میبینه جونش رو در خطر میبینه و اون موقع مرسا رو باز گذاشته بودن از اول ترکیه و بعد به اروپا و بعد کسانی که دوست داشتن به آمریکا. خب در همون زمان هم به بسیاری از هموطنان هنوز ویزا میدادن چون ایرانیان کماکان هنوز اعتبار داشتند. سیل فرار جمعیت در همون چند سال اول بیش از دو میلیون بود خب وقتی که این آمار رو بهتون دادم تا متوجه بشید ما کجا قرار گرفته بودیم وقتی که سازمان های امنیت کشورهای دیگه کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، کانادا، استرالیا به این نتیجه رسیدن که این گونه که جامعه ای ایرانی داره از کشور خارج میشه میتونه قدرت مالی و انسانی بسیار زیادی داشته باشه در خارج از کشور پس بنابراین میبایست جلوشو گرفت یکی از طرحهایی که شاید شما اون کشور فکر کردید این مسئله خاتمی و یا اصلاحات برای مردم درون کشور بود خیر ما بیشترین تعداد کشته ها و جنایت ها و ترور ها رو در همین دوران خاتمی داشتیم در زمان خودش یعنی چیزی در ایران که عوض نشد هیچی بلکه فقط نامی ازش باقی موند و در نهایت مردم رو سر کار گذاشتن که بتونن رأی 20-22 میلیونی از مردم بگیرن و خودشون رو پاکیزه نشون بده این حکومت در برابر دیدگاه جامعه جهانی و اون صحبت هایی که خاتمی می اومد میکرد در رابطه با می بله ما ملی مذهبی هستیم دموکراسی دینی و غیر صحبت و گفتگو با تمدن ها سر کاری بود بزرگترین ترسی که حکومت داشت از یک سو و همچنین سلاطین از سوی دیگه جلوگیری کردن از خروج جامعه ایرانی با اون شکلی که در اون روندی که از اول آغاز شد اون زمان کسانی که اون زمان از کشور خارج شدن میتونن سندیت ببخشن به این صحبت های من عشق و علاقه جامعه ایرانی نسبت به آب و خاکش نسبت به خونوادش نسبت به زندگی که داشت بسیاری از هموطنان ما خیلی از چیزهاشون رو رها کردن جونشون در خطر بود اومدن به خارج از کشور و بعد اینها در هر فراخانی که داده میشد هر تظاهراتی که داده میشد و اعلام میشد با اون امکانات کم فرض بگیرید سی و پنج شیس سال پیش 40 سال پیش حضور پیدا میکردند و این جمعیت به صورت یک اپوزیسیون بسیار قوی که دارای قدرت انسانی هست و دارای پوشش مالی هست میتونست خفت دولت آمریکا دولت انگلستان دولت فرانسه دولت آلمان و هر دولتی رو در جهان بگیره حسابش بکنید چه اتفاقی می افتاد اگر این مسائل به این شکل که دارم براتون توضیح میدم رخ نمیداد به چه شکلی اینها توسط اطلاعاتی که از طرف وزارت اطلاعات های تمام این کشورها از CIA بگیرید از MI6 بگیرید از موساد بگیرید از سازمان های جاسوسی کشورهای اروپایی بگیرید برنامه ای رو که به حکومت اسلامی دادن گفتن آقا باید ترهی بریزید که هم در درون خریداری داشته باشه خریدار داشته باشه هم برون مرز جلوی این ها رو بگیرید که بتونیم اینا رو پخش بکنیم نیروی قدرتمند اپوزیسیون ایران در خارج از کشور رو میبایست به قول معروف بادش خالی کرد چیکار کرد؟ اینا چیکار کردن؟ اومدن و با طرح اینکه آقا اگر شما یه پوزش نامه بنویسی و بگی آقا غلط کردم و بعد یک گزارشی از خروجت از ایران بنویسی ما مطالعه میکنیم به تو پاسپورت میدیم این پاسپورت به دست شما خواهد رسید میتونید وارد ایران بشید بعد از اونم اگر کاری نکردید اگر ضد انقلاب نیستی اگر نمیدونم ضد این آخوندها و بچه آخوندها نیستی و غیره بگی غلط کردم ما باید کاری نداریم دستم باز میذاریم حتی تو میتونی یکی از ما باشی خب اون قدرتی که هر روز داشت بهش اضافه میشد و همه با جدیت فراخانها رو دنبال میکردن در تظاهراتها در سخنرانیها شرکت میکردن و این نفرتی که در دلشون بود برابر حکومت اسلامی که میرفت به قوی ترین اپوزیسیون به شکل میتونم بگم خیلی پرتوان قرار بگیره به این شکل اومدن برابرش ایستادن و این خطر رو در واقع خاموشش کردن گفتن آقا پوزشنامه بنویس بگو غلط کردم میری ایران و حتی میتونی مال و اموالت هم چه داشته باشه بفروشی میتونی حتی با ما همکاری بکنی با این عمل تونستند با افراد نفوذی که حتی از روز نخست به خارج از کشور فرستاده بودند دست و دل بسیاری از ایرانیا رو بلرزونن و بگن آقا ما که دیگه بس ما که دیگه اینو قبول کردیم اینا هم که دیگه برو نیستن بیام یه پوزشنامه بنویسیم بی... بگیم غلط کردیم یه پاسپورتی بگیم حداقل بتونیم بریم ایران اموال داریم اونجا زندگی داریم بتونیم شاید اونا رو برگردونیم شاید اصلا بخوایم بریم برگردیم تو ایران مدتی زندگی بکنیم کسانی که سنشون بالاتر بود گفتن خب میریم حقوق بازنشستگی میگیریم دست و دلشون لرزید اول یک عده مزدور که خودشون آگاهانه با این طرح موافقت کرده بودن وارد میدان شدن و بقیه دیدن آقا دیدی خانم فلانی رفت دیدی پسر آقای فلانی رفت دیدی فلان شخصی که میگفتن دنبالشن اونم رفت کسی باش کاری نداشت ولی وقتی که میری ایران و بعد این پاسپورت رو بهت میدن اومدی خارج از کشور دیگه سرتو بنداز پایین دیگه وارد تجمعات نشو مگه سرت درد میکنه مگه کلت بو قرمه سبزی میده ببینید چگونه آگاهانه اومدند و خشم مردم نفرت مردم از این حکومت و این حاکمیت رو که کشورمون رو اشغال کرده رو به همین راحتی سرنگونش ساختند و بعد قدرت اپوزیسیون کمتر و کمتر شد و بعد اومدن سرمایه گذاری کردن روی نفرات مشخص خودشون که اینها تفکرات مختلف داشته و دارن من بارها خدمتتون عرض کردم تجربیات خودم رو از دوران دورانهای طولانی که پشت میکروفون در رادیو بودم و همچنین در تلویزیون رو دارم خدمتتون عرض میکنم حکومت اسلامی به این نتیجه رسید که هر کسی هر فردی هر گروهی هر سازمانی به خصوص هر رسانه‌ای هر رسانه به خصوص بعد از اون حرکت های دوران دانشجویان که انجام شد هر رسانه که راه اشتباه بیشتری میرفت حرف مفت بیشتری میزد به اون سرمایه میدادن تا خط نادرست رو به مردم بده و مردم هم, هم میگفتن بالا ببینید چه حمایت های مالی داره میشه پس ما رو قبول دارن و اون فردم فکر میکرد یا فکر میکرد یا به صورت مزدور در اومد در رأس بود حالا مدیر تلویزیون بود برنامه ساز بود هرچه که بود و فکر میکرد که اون راه نادرستی که داره میره پس راه درستیه هی بهش سرمایه دادن کماکان همین این داستان ها در لس آنجلس هست اگه نگاه بکنید متوجه میشید هر رسانه ای که راه نادرست بیشتری رو بره بیشتر بهش پول میدن میگن آقا این حلقه داریست داری میندازی گردن سایرین و این راهت خیلی خوبه پول و سرمایه در اختیارت قرار میدیم راه نادرست دو ادامه بده اینا رو براتون توضیح دادم تا به بسیاری از واقعیت ها پی ببرید همچنین بسیاری از پیام ها اومده هزاران هزار پیام میگن آقا چرا شما رو دعوت نمیکنن در تلویزیون ها با صحبت بکنید عجیب ما تازه با شما آشنا شدیم صدای شما رو میشنویم تعجب میکنیم نسل جوون از 15 سال بگیرید تا 17 18 سال در خاطرشون نبوده که اون زمانی که من پشت میکروفون تلویزیون بودم منو ببینن یا اصلا به شکل ماهواره چیزی در منزل نداشتن اصلا تو این باقا نبودن الان به سنی رسیدن که براشون مهم واقع گشته و تازه دارن میفهمن کجای داستان قرار گرفتن براشون بسیار بسیار مهم بوده و هست که از طریق همین دنیای مجازی تونستن به واقعیتها دست پیدا بکنن و خودشون به یک اپوزیسیون قدرتمند امروز و فردا تبدیل میشن عزیزانم براتون توضیح دادم اگر کسی بخواد ایران رو آزاد بکنه خونه و زندگیش رو ازش میگیرن این در تاریخ ما نوشته شده است میتونید به یکی از اسطوره های فوتبال ایران ناصر حجازی نگاه بکنید صحبت هایی که ناصر حجازی میکرد حالا در زمینه رشته ورزشی خودش و یا اون رشته ورزشی و اون فوتبال تبدیل شده بود به قسمتی از مبارزه و هموطنانی که در سالن های ورزشی قرار میگرفتند ایشون هم همین رو فرمود که اگر بخوای مردم رو به جایی برسونی خونه و زندگی تو دست میدی چه دردی پشت این داستانه چه پیامی پشت این سریست سر که همگان میدونن چرا باید این گونه باشه چرا ما امروز بهترین فرزندانمون در زندانها و سیاه هستند هستن اونها صدای جامعه ای ایرانی بودند اونا هم میتونستن نادیده بگیرن جوونیشون داره از بین میره در این زندان ها میتونستن نادیده بگیرن نظارگر باشن مثل بسیار مثل میلیون ها نفر که تا به امروز نظارگر بودن گفتن آقا وارد نشو وارد نشو مثل ببینیم چی میشه یعنی بقیه برن این حرکت ها رو انجام بدن تا آقایون و خانم ها به زندگی بهتر دست پیدا بکنن از این افراد کم نیست در خارج از کشورم هستند میتونم بگم بالای میلیون ها نفر در خارج از کشور امروز نظارگرند و دوست دارن ایران آزاد بشه اما نمیخوان هزینه ای بپردازن چه هزینه مالی چه هزینه معنوی و یا حضورشون در جای جای جهان برای ایستادگی برابر حکومت اسلامی چرا که یک پاسپورت بهشون دادن و اینها رو خل سلاح کردن به طور کلی خب اینا رو توضیح دادم تا حداقل به قسمتی از سوالات شما پاسخ داده باشم هر تلویزیونی هر رسانه‌ای در نه فقط لس آنجلس در جای جای جهان پذیرای بیان واقعیت هایی که من دارم براتون توضیح میدم نیست اگر من می اومدم فرض بگیرید مردم رو گمراه میکردم شعارهای نادرست تو دهن مردم میذاشتم دروغ پردازی میکردم عربد کشی میکردم شاید چهار تا عکس شاه میذاشتم پشت سرم و به همه میتوپیدم و دروغ پردازی میکردم میلیون ها دلارم نصیبم میشد یا حمایت های مالی کلان انجام میشد یا اگر خونسا بودم فقط می اومدم چیکار میکردم فقط درد مردم رو میگفتم کاری به درمان نداشتم بازم جا داشتم در تمام رسانه ها اگر به قول اون مدیر تلویزیون که من قبلا اونجا بودم و اومدم میگفت آقای شمیرانی شما اگر میخواستی همین داستان توته جهانی رو هی برای مردم توضیح بدی یعنی نبا رو هی ببری جلو ببری عقب ببری جلو چند سال همینجوری توت... ما هیچ کاری نداشتیم و ما حمایت میشیم از طرف کسانی که دوست ندارن شما وارد کارزار بشی و بخوای قیام بکنی و مردم رو بیاری کف خیابون ما این رو نمیپذیریم از همین رو داریم این رسانه رو حمایت میکنیم اینا رو توضیح دادم تا شما بفهمید اصلا مسئله از کجاست این اینا از کجا آب میخوره چرا این همه آدم خونسا که فقط دارن راجب درد صحبت میکنن در این رسانه ها هستند خب این سوال رو باید از خودتون بپرسید چرا وقتی که راجع به درد صحبت میکنی صاحب همه چی میشی ولی وقتی که میای درمان رو بهش میپردازی برابرت میستند سانسورت میکنن از یه طرف هم افرادی رو دارن که بخوان چپ و راست ترور شخصیتی بکنن بتونن ترور فیزیکی هم انجام میدن مشکل دقیقا همینجاست شما نگاه بکنید به تمام رسانه تمام گوینده ها، تمام مدیران تمام برنامه سازان چه وابسته به دولت بیگانه چه به قول خودشون شخصی فقط راجع به درد صحبت میکنن درد ملت فقر فحشا و, و وقتی میگه آقا شما که اینگونه گونه هستی آخه چه دکتری هستی که فقط از مردم میخوان بیان اینجا آزمایشگاه آزمایش بکنید دردشون رو بگن هیچ نسخه ای براشون نمیپیچی هیچ درمانی آخه 42 ساله یا ادهی میگن بله آقا باید بنشینیم هنوز کماکان صحبت بکنیم هنوز بپردازیم به کارهای فرهنگی بقیه گمراه کردن مردم بارم خدمتتون عرض کردم اینو همیشه باید بگم نگاه نکنید کی چی میگه نگاه کنید کجا پیادتون میکنه سرگرم خیمه شب بازی افراد در رسانه ها نشید که بیان تفسیر بکنن تحلیل بکنن گزارش بدن و یا گزارش های تصویری و یا آوایی بفرستن و بیان فقط بگن بله رئیسی جنایتکار این حکومت جنایتکار خب همه دیگه اینو میدونن نرفتن مردم نرفتن رأی بدن هیچ کس نرفت رأی بده اینا با 7 درصد طرفداران خودشون دارن کماکان کشور رو قبضه کردن و دست انداختن روی سرمایه های مالی و معنوی کشور خب بیان این که خیلی ساده است یا اینکه مردم رو خانه نشین کردن خیلی ساده است آقا برید تو خونتون اصلا این بیم رای ندین ولی دیدیم اگر این اتفاق برای هموطنانمون هم در خارج از کشور میافتاد چه میشد اینا هم نمیرفتند برابر سفارت ها تظاهرات نمی کردن. در منزلاشون مینشستن همین پشت کامپیوترشون فقط هشتک بزنن حکومت اسلامی بعد ما چقدر خوبیم رای بی رای این سازه از این طریق به آزادی دست پیدا می کردیم و میکنیم یه مقدار جامعه باید فکر بکنه کدوم انقلابی در جهان شکل گرفته وقتی مردم رفتن تو خونه نشستن بله این مثل توپ پینگ پونگ میمونه رفت و برگشت داره که دقیقا ما این رو اعلام کردیم تا ساعت هفت شب در منازل بنشینید و دیدید که اصلا تعدادی نبودن ساعت هشت صبح اعلام کردن نه صبح تمام رایا تموم شد و صندوقا رو دیدید چه مقدار رای کفش بود هیچی و از قبل گفته بودیم که چه اتفاقی در راهه تقلب بزرگ در راهه اگر مردم خانه نشین بشند اینها جنایتشون رو در یک سطح گسترده اعلام کنید ظریف رو دیدید در کمتر از 24 ساعت داره چه نمایشی اجرا میکنه در خارج از کشور به همراه لابیگراش تمام اینها رو توضیح دادیم توضیح دادم به تمام رسانه ها در بخش های متفاوت که اسنادش هم در پشت پرده ها قرار دادم برید گوش بدید دو سه ماه پیش همه اینها رو توضیح دادم نقش اینها رو برنامه شون رو و در فردای روز 28 شم شما چه خواهید دید رو هم توضیح دادم ولی گفتن آقا باید مثل بقیه باشی فقط به درد بپردازی صحبت از درمان نکنی اگه بخوای به درمان بپردازی اون موقع در واقع میخوایم ما رو خراب بکنی خب ما برابرت میستیم یا سانسورت میکنیم یا افرادی داریم میفرستیم که ترورت بکنن ترور شخصیت و این چیزهایی که دارید در کانال ها میبینید ولی گفتم بهشون گفتم حقیقتا شما فکر کردید که در فردای روز 28 چه برنامه دارید شما دارید مردم سر کار میذارید رعی بی, بی مال 42 سال پیشه مردم 42 سال به اینا رأی ندادن ولی اینها خودشون خودشون انتخاب کردن برنامه تون چیه؟ هیچ برنامه به مردم ارائه ندادن یعنی یک فرمولی بود این کانالیزه شده بود که فقط بیان به مردم بگن رای بی رای نه به جمهوری اسلامی این نه رو میخوایم فقط به صورت شکل و شمایل خودمون ارضا بکنیم و بگیم یا مثلا گذشتگان که بیان روی خطای تلفنی یه دونه فوش بدن و برن فکر کنن کار مبارزاتی کردن و از این طریق ایران آزاد میشه درد مردم درمان میشه فقط با یه دونه نگفتن پشت کامپیوتر یا یه دونه عکس گرفتن خیر بلکه میبایست تغییر به من... وقتی میگیم نه به معنی تغییره این تغییر چگونه باید اتفاق بیفته با فوش و ناسزا گفتن خیر با پشت کامپیوتر نشستن خیر با یک همبستگی بزرگ که این همبستگی میبایست اول از طرف مردم پیامش داده بشه که داده شد و بعد به اجرا در بیاد که به اجراش کردیم ولی کو گوش شنوا شاید بسیارانی از شما تعجب کردید که چرا پیام های مردم در کانال پشبرده ها و کانال خودم توسط کارگروهمون و ادمین هامون قرار داده میشه بچه های کشور بچه هایی که جانشون رو هزینه کردن تا به امروز از سالهای گذشته شعار نویسی کردن سعی کردن همبستگی به وجود بیارن سعی کردن اطلاعات درست رو به مردم بدن سعی کردن در رابطه با درمان با مردم صحبت بکنن که درمانشون همبستگی است و در نهایت کف خیابون حضور پیدا کردن اینها خونی و خدمتون عرض کردم شاید شماها که ندیدید چه کسانی چه پیامهایی میدن و چه کارهایی رو میخواستن انجام بدن من همیشه خدمتتون عرض کردم که فدایان ایران اینها سازماندهی شدن اینها آموختن هر کدومشون الان یه رهبرن یه فرماندن درون کشور که میتونن هزاران هزار نفر رو به سمت و سوی خودشون بکشن و حقشون هست چون هر کدومشون در استانهای مختلف در شهرهای مختلف سالهای طولانی مسائل رو آموختن و به نتیجه رسیدن درد رو پیدا کردن و به دنبال درمانش هستن سعی کوشش انجام دادن تا سایرین رو با خودشون همراه بکنن اما کافی نبود ما احتیاج به پیوند بیشتر افرادی که با اسم اپوزیسیون در اپوزیسیون قرار گرفتن داشتیم که مطالب رو پخش بکنن ما تواناییمون در همین حد بوده و هست که بتونیم این پیام ها رو در کانال پشت پرده ها در اینستاگرام خودم در یوتیوب در فیسبوک در هر جا که هست به همراه شماها پخش بکنیم ولی در یک سطح گسترده احتیاج به همکاری بیشتر افراد بود که همراهی نکردند و خودشون رو عقب کشیدن خیلی جالبه کانال الان دارن می نویسن ای کاش مردم اون روز اومده بودن در خیابون همون کانال ها تا قبل از این روز 28 به مردم می گفتن آقا هیچکس کس بیرون نیاد ولی وقتی نتیجه رو دیدن به زن و به طرفداران رئیسی رو دیدن جشنهایی که اینا گرفتن رو دیدن و بعد تبریک گفتن رؤسای جمهور دولت خارجی دیگر رو دیدن تازه دوزاریشون افتاده یا حقیقتا دوست داشتن که امروز تازه دوزاریشون افتاده باشه یا اصلا دوست ندادن که در زمان درست استراتژی درست به کار برده بشه فقط اینجا هستن که راجب درد صحبت بکنن اینم یکی از قسمت هایی است که دارم خدمتتون عرض میکنم افرادی به خارج از کشور فرستاده شدن و حمایت های مالی میشن که فقط در رابطه با درد صحبت بکنن هر زمانی که شما هم شاید اونها رو به عنوان کانال های بسیار مبارزاتی بشناسید اما زمانی که جامعه باید به یک نتیجه درست در یک زمان تاریخی قرار بگیره خودشون رو میکشن عقب و همچنین باعث ترمز و متوقف شدن مردم میشن و شما اونها رو با نام فعالین سیاسی و یا اپوزیسیون میشناسید خب قاعدتا همه میدونن این حکومت جنایت کاره اگر کسی داره این کار رو انجام میده وظیفهش رو داره انجام میده منتی سر مردم نباید داشته باشیم که اگه کسی میاد مطرح میکنه مینویسه که این حکومت جنایت کاره و یا فایل ها رو یکی پس از دیگری قرار میده پشت تمام این کانال ها معلوم نیست چه کسانی ایستادند و راجب حکومت می نویسن راجب حکومت میگن و میگن بله این حکومت باید بره ما به دنبال دموکراسی همش به دنبالش هستن نمی... هیچ کنمشون نمیگن آقا چرا دیگه به دنبالش باشیم دست خودمونه دموکراسی رو من و شما میتونیم پایگذاری بکنیم نبندازیم گردنه یک عده بچه جوون که امروز تو سیاه چالا هستن و دارن نابود میشن و از همین رو فریادها زدم تمام سعی و تلاشم رو انجام دادم ولی به امروز امروز اینو دارم خدمتتون عرض میکنم برای ثبت در تاریخ پیام های فراوانی دریافت کردیم که هزاران پیام قرار داده نشد در کانال خود این افراد متفاوت در کانال های مختلف گرفتن هزاران هزار پیامو اما اینجا میخوام برای ثبت در تاریخ چیز دیگه ای رو بگم که باز بنویسید بعضی از هموطنان پیام دادن که آقای شمیرانی داری تون می روی. همون مسیر گذشته رو ادامه بده ما با شما هستیم اما نپردازید به بسیاری از افراد و یا سازمان ها و گروه ها و دسته ها گفتن که بیاد مجددا درخواست بکنید کار مشترک عزیزان من به خاطر اینکه به شما به اثبات برسونم مرد عمل هستم و برای و سخنگوی این بچه ها درون کشور بوده و هستم آنچرا که به نفع جامعه بوده و هست رو انجام میدم بدون چون من هیچ تفکر ایدئولوژی رو تبلیغ نمی کنم و دنبال نمی کنم که بخوام تبلیغش رو بکنم خیر ملت ایران مردم ایران که گرفتار آمدن بخشی که با من در تماس هستند حال بخش دی زیادی هر کسی صدام رو بشنوه مطمئن باشید مطمئن باشید به جمع فدایان ایران میپیونده چون خودش یکی از ماست و ما از اونها هستیم درد ما درد ایدئولوژی مذهبی و یا سیاسی مردم نیست در اون کشور درد ما درد زندگی مردمه عبور از این حاکمیت و حکومت سرنگون کردن اینها و رسیدن به یک زندگی و حق انتخابه دادن این حق به مردم که آقا شما حق داری انتخاب بکنی بری پای صندوق های هر نماینده و هر نوع حکومتی جمهوری دموکراتیک میخوای پادشاهی پارلمانی میخوای بتونی بری رأی تو بدی تا قبل از اون اصلا دعوایی یا بحثی نداشته و نداریم میخوایم جامعه به حق انتخابش دست پیدا بکنه تا بتونه زندگی بکنه و من مطمئنم زیباترین نقطه جهان رو در دست داریم و ثروتمندترین نقطه جهان با بهترین فرزندان دختر و پسر به خصوص این نسل جدیدی که داره در ایران پرورش پیدا میکنه و دارن میسوزوننشون اگه نگاه بکنید به خودتون و هاتون متوجه میشید من چی میگم شاید این مسائلی که دارم مطرح میکنم در خارج از کشور اصلا متوجه نشن چون ارتباطشون مثل من با شما درون کشور نیست ولی ثانیه به ثانیه با هم در ارتباط بودیم و اینها رو دارم انتقال میدم برای ثبت در تاریخ برای اینکه به شماها ثابت بکنم که نماینده شما بوده و هستم و سخنان شما رو فریاد میزنن از هر ایرانی وطن پرست باز دارم اعلام میکنم از هر ایرانی وطن پرست که این جنایت ها رو دید این کلاهبرداری ها رو دید تمام مسائلی رو که توضیح دادم بهش رسیدند حالا نمیخوان صداشو در بیارن چون دیگه خیلی بد میشه اگه شما بدونید که چه چیزی داره اتفاق میفته و مردم خانه نشین بکنید در اون روز یعنی خیانت بزرگ کردید حالا با تمام تفسیرها با تمام توضیحات چه به صورت انفرادی با این افراد صحبت کردم چه به صورت گروهی صحبت کردم چه وقت گذاشتم نه یک ساعت دو ساعت ده ها ساعت ده ها ساعت با افراد مختلف صحبت کردم میتینگ گذاشتم نشست داشتیم توضیح دادم تفسیر کردم که آقایون خانم ها اینها این کارو میخوان بکنن و شما آماده اید برای یک حرکت بزرگ یا خیر گفتن خیر ما میخوام مردم در منزل بنشینن میان فیلم برداری میکنن به نفع من مر... گفتم آقا ای اینطور باشه در خارج از کشور که مردم میلیون ها نفر میخوان بریزن بیرون و این کار کردند صدها هزار نفر در خارج از کشور سعی و کوشش انجام دادند و برابر این مزوران ایستادند خب حکومت نمیتونه فیلم اینا رو برداره بگه اینا هم طرفدار من اینایی که اومدن دم سفارت هم اومدن رای بدن اینایی که دارن به خامنه ای میدن بدن آخه مگه میشه ولی خب پذیرای سخن نبودن دیدم دستور از جای دیگه داده شده ولی برای ثبت در تاریخ اینا رو دارم توضیح میدم برای ثبت در تاریخ برای اینکه شما بتونید بیش از پیش سره رو از ناسره تشخیص بدید من دعوت میکنم از تمام ایرانیان وطن پرست در اپوزیسون در خارج از کشور و همچنین وطن درون کشور آیا به این نتیجه رسیدید که تمام صحبت که انجام دادیم درست بوده؟ رسیدید به اینجا که رئیسی رو میارن تا بتونه قل و غم بکنه و طرح و برنامه بزرگی اینا دارن برای نابود کردن سایر زندانیان درون کشور که بعد بتونن جلوه خود خوبی هم از رئیسی به خارج از کشور نشون بدن و بعد زد و بندها انجام بشه به این مسائل رسیدید خب حتی به این مسائل رسیدیم که جامعه ای ایرانی نرفت پای صندوق های رای بازم به اینها رسیدیم به این نتیجه رسیدید خب آیا حاضرید دست به دست هم بدیم یک روز رو اعلام بکنیم که مردم یکی دو روز قبلش دست به اعتصاب بزنند و بعد از اون بلا فاصله در روز اعلام شده به خیابون ها بیان و نهی بزرگ به حکومت بگن و قبلش به تمام جهان مگه شما نمیگید هی مشروعیت و حکومت که میگین گرفتیم خب اینو میخوان چگونه مشروعیتشون نشون بدید خب مردم رای ندادن دولت هم که دارن یک به یک تبریک میگن همون چیزی که خدمتتون عرض کردم منافع دارن تبریک میگن دست میدن میتینگ میذارن بشینن تحریم ها بردارن حال با این قدرتی که وجود داشته و داره حاضر هستید حال آیا شما حاضر هستید به پا بخیزید و دست به دست هم بدیم تا یک روز رو معرفی بکنیم چند روز قبلش مردم اتصاب بکنن همه با هم دست به دست هم بدیم زن و مرد این کار هستید که روز تنفیزی رو که اینا میخوان اعلام بکنن رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور اون روز رو اعلام بکنیم مردم در سر تا سر ایران و همچنین این قدرت برگشت داده شده به هموطنانمون به خصوص در اروپا که گل کاشتند گل کاشتند قوت مضاعف بهشون بدیم پرتوان باشید بهشون بگیم یاری بکنیم همبستگی به وجود بیاریم تا در روز تنفیز این عمل انجام نشه اگه اونا که میخوان کار خودشون رو بکنن اگه میخوایم مشروعیت رو بگیریم کل ملت ایران بیان کف خیابون در غیر این صورت بهترین فرزندان ما در درجه نخست در زندان ها نابود خواهند گشت و همچنین راه ارتباطی ما با درون کشور توسط اینترنتی که در نظر گرفتن تمام شده خواهد بود یعنی هر زحمت دیگه بکشید به درد خارج کشوری میخوره و داخل کشوری اصلا نمیدونن چه خبر هست تا بتونن سرشون رو ببرن تا دیگه هیچ خبری اینا از یک دوربین میترسن که فیلمبرداری بکنن عکس و فیلمشون نشون بدن در سر تا سر جهان پخش بشه اینا از این وحشت داشته و دارن شناسایی بشن اینها همیشه دوست داشتن بترسونن و شناسایی بکنن این عمل رو امروز جامعه ایرانی داره انجام میده در جاجای کشور همچنین در خارج از کشور یک پیوند مبارک و مقدسه که اتفاق افتاده این رو نسوزونیمش آیا حاضر هستید؟ از شما میپرسم از شمایی که خودت رو اپوزیسیون میدونی قبل از اینکه این جنایت ها انجام بشه آیا حاضر هستید که روز تنفیز رو اعلام بکنی مردم در سر تا سر جهان در خارج از کشور در داخل کشور به پا بخیزند و نه بزرگ و به حکومت اسلامی بگن با حرکت های بسیار درست و خیزش های درست خیابانی نه آتش زدن و درگیری ها و غیره میخوایم مشروعیت رو درست مشخصاً به جهانیان نشون بدیم در بخش اولش نشون داده شد درون مرز و برون مرز آیا حاضر هستید؟ راه دیگری هست برای نجات تمام زندانیانی که داره تنابهای دار براشون آماده میشه قبل از اینکه این جنایت ها انجام بشه قبل از اینکه بتونن راه ارتباطاتی مردم ایران با خارج از کشور رو قطع بکنن قبل از اینکه نفس ها بریده بشه درون کشور قبل از اینکه فقرا فقیرتر بشن و دزدان ثروتمندتر قبل از اینکه اینها بخوان مشروعیت خودشون رو بیشترش بیشتر گسترش بدن و به سر تا سر جهان برسونن آیا حاضر هستید که این قدم برداشته بشه منتظر پاسختون هستم در نشستاتون قرار بدید میزگه تشکیل بدید صحبت بکنید مطمئن باشید که همگام با ملت ایران با شماها خواهم بود چرا که فریاد من فریاد مردم ایرانه در بنده من مشکل شخصی با هیچ کس نداشته و ندارم تا به امروزم نام کسی رو اصلا نیاوردم به زبانم ولی نمیتونم برابر مردمی که این چنین خواسته ها رو داشته و دارند سکوت بکنم مجبور هستم چه صداشون رو پخش بکنم خواسته هاشون رو روی سرم بگذارم و صدای اونها باشم هر آنچه که شما میبینید خواسته های این مردمی هست که با من در تماس بوده و هستند و دارن دق میکنن از اینکه این همه آگاهی به دست آوردن و سوال پشت سوال میپرسن که چگونه است که ما از این راه دور تونستیم شما رو بشناسیم صحبتاتون رو متوجه بشیم هر چه که گفتی انجام شد هر آنچه که توضیح دادی از یک سال قبل دو سال قبل سه سال قبل سالها گفت هم یکی پس از دیگری انجام شد چگونه است این افراد در اپوزیسیون که خودشون رو دکتر مهندس میدونن و یا در رأس میدونن هیچ کاری انجام نمیدن نمیخوان فقط به درد صحبت میکنن هی hey, عقب انداختن هی hey, عقب انداختن وعده وعید وعد دادن به مردم گفتم اجازه بدید تمام سعی و تلاشم رو انجام خواهم داد تا شما مردم به یک نتیجه برسید حداقلش اینه که جامعه به یک نتیجه میرسه اگر کاری هم انجام نشه از طرف افراد حداقلش اینه که این جامعه به یک نتایجی دست پیدا میکنه ولی باز تکرار میکنم باز مجددا تکرار میکنم برای ثبت در تاریخ ای خانم ها و آقایون که در اپوزیسیون هستید دارای هر میکروفونی که هستید با هر طرز تفکری که هستید آیا حاضرید که این روز تنفیز رو اعلام بکنیم سر تا سر جهان مردم ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین در پیوند با مردم ما درون کشور که اسیرن و دربندن قبل از قدرت گرفتن مشخص رئیسی مردم رو به خیابان ها دعوت بکنیم یا خیر یا بازم باید صبر بکنیم که تمام جهان میتینگاشو قرار بده دست به دست بدن هر آنچه که دوست دارن انجام بدن قراردادها رو بنویسن که تمام این دولت مردان حتی اگر ما به پا بخیزم یا نادیده بگیرید هیچ رسانه در جهان پخش نکنید قبل از اینکه به این شخص قدرت ببخشند فعلا دارن در درون بهش قدرت میدن قبل از اینکه این اتفاقات بیفته حاضرید این کار رو انجام بدید منتظر تماس های شما هستم منتظر بحث و فحصاتون هستم و منتظر همچنین هموطنان خودم هم هستم که به شماها پیام بدن این صدا رو شنیدند و به شما پیام میدن که آقا دعوت به عمل اومده که بیایم این کار رو همه با هم انجام بدیم دلایلش هم خدمتتون عرض کردم امیدوارم به گوش تک تک ایرانیان برسه این صدا رو در هر کجای جهان که هستید در خارج از کشور در داخل کشور پخش بکنید و بقیهش رو بسپرید به دست قضاوت تاریخی مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.